خب اینجا لندنه، اینجا قراره که با هم یه چرخی تو لندن پیاده بزنیم و واقعیت لندن رو ببینیم. این کوچه رو نگاه کنید بچه‌ها، از همین ساختمون سمت چپ که دارن کار میکنن تا اون ساختمون جلوی که اونجا هم دارن ساخت و ساز میکنن و اون پشتم که داشتم میبادم باز اونجا ها همین اتفاق بود. خب آدم فکر میکنه که تو کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم این مدلیه که فقط همه جا رو دارن میکنن و میسازن و فلان میکنن و، ولی واقعا اینجوری نیست. توی لندن هم واقعا همین دو تاری دیدیم دیگه، توی انگلیس هم واقعا خیلی جاها رو میبینی که بستن، خیلی راه رو بستن، دارن کار میکنن و این اتفاقات هست. از اون اتفاقاتی که تو ایران هم میفته، یه جا رو میبندن، نه یه جا رو میکنن، بعد یه ارگان دیگه میاد چیز میکنه، یه کاری رو انجام میده، بعد دوباره دو روز دیگه یه ارگان دیگه میاد آسفالت نورو میکنه، یه کار دیگه میکنه. از اونها خیلی اینجا وفور میبینیم متاسفانه. کسیفه دوربین بچه ها، خیلی کسیفه. خب بگیم بادم داره میاد شدید، میدونم صدام خیلی بده الان قاعدتا، موام هم که به هم ریخته است، اما الان جلوی رویال آلبرت هال هستیم. پشت سر من دارید میبینید این ساختمونه زیبا رو، اما بسته است و داخلش نمیشه رفت. اینجا یکی از بزرگترین سالن های دنیاست، جایی که معدود خواننده های ایرانی درش کنسرت داشتن، مثل شهرام ناظری بزرگوار، مثل آقای ابی، مثل خدا بیامرز خانم هایده و یه هنرمند دیگه هم اینجا از ایرانیا کنسرت داشته که من اسمش یادم نمیاد. و این ساختمونیه که الان پشت سر بنده است، اینجاست دقیقا اگه بخواین اینجا. حالا تصاویر داخلش رو میذارم، معماری به شدت زیبایی داره، تصاویر بیرونش رو خودم میگیرم ولی چون تصاویر داخلش رو ندارم مجبورم از اینترنت براتون بذارم. و این تندیس زیبا هم که دقیقا در مقابلش، بذاری من نور رو درست کنم که شما ببینیدش کامل. آره این خیلی زیباست. یکی از تفاوت‌های مهم و بارز لندن نسبت به شهرهای دیگه توی بریتانیا گرون بودنشه و این رو کاملا شما حس می‌کنی. یه اتفاقی که امروز و یکی دو ساعت پیش برای من افتاد، یه چند تا کپی می‌خواستم، چیزایی که می‌دونستم باید کپی بگیرم رو توی همون شهر خودم ولورهمپتون گرفته بودم، نزدیک 9 تا برگه رو من کپی و پرینت گرفتم، اونجا شد تقریبا 1.90. اومدم اینجا یک ایمیلم رو پرینت گرفتم که 2 صفحه شد، 2 پوند و 20 پنس از من پول گرفت توی لندن. یعنی خیلی تفاوته فاحشه و اینم از نکات لندن دیگه، بالاخره اسمش روشه دیگه، جز 5 تا شهر گرون دنیاست. این پارکی که نگاه میکنید اسمش هاید پارکه، که از وسط این پارک دارم الان رد میشم برم، پارک خیلی بزرگه و برم برسم به عرضم به حضورتون لندن آی، که اگه باز باشه اونجا هم بتونم براتون
تصویر بگیرم. خیلی پارک زیباییه، این پلیس هم جذابه. مشهور دو طبقه لندن. انتهای این بلوار میخوره به کاخ باکینگهام که محل اقامت خاندان سلطنتی. حالا میریم و با هم میبینیم. پارکی هم که سمت چپ من داریم میبینیم گرین پارک لندنه، یکی از پارک های بزرگ و خیلی هم خوشگله. یعنی از همین بیرونش هم کامل میتونید ببینید که چقدر این پارک زیباست. شما زیبایی این پارک رو ببین آخه. البته که شبیهش تو ایران خودمون هم داری. برای اینکه بتونم از همه جا براتون ویدیو بگیرم، تا الان نزدیک 17,000 قدم راه اومدم. 17,000 قدم. خیلی مخلصم.